کتاب مرشد و مارگاریتا نوشته میخائیل بولگاکوف نویسنده روس ماه پیش با ویرایش تازه مترجمش عباس میلانی دوباره منتشر شد. ترجمه این کتاب که از روی نسخه انگلیسیش انجام شده از همون چاپ اول در سال 1362 در ایران پرخواننده شد و حالا هم که به چاپ 24م رسیده. خیلی از منتقدین ادبی از مرشد و مارگاریتا به عنوان یکی از بزرگترین آثار ادبیات روس یاد می‌کنند. بولگاکوف این کتاب را بعد از چندین بار بازنویسی در سال 1941 زمان حکومت استالین تمام کرد. اما کتاب که حکومت دیکتاتوری و جامعه روشنفکری اون زمان شوروی را به نقد می‌کشید، 20 سال بعد منتشر شد. تو این رمان سه داستان همزمان اتفاق میفته. ماجرای شیطان در مسکو، به صلیب کشیده شدن مسیح در اورشلیم و عشق مرشد و مارگاریتا. عباس میلانی از استنفورد آمریکا با ماست تا درباره مرشد و مارگاریتا با هم صحبت کنیم. آقای میلانی، چطور شد بعد از این همه سال تصمیم گرفتید کتاب رو دوباره ویرایش کنید؟ در واقع دو علت بود. یکی این که نزدیک به 40مین سال بود و 40مین سال به هر حال هم در انسان، هم در شراب، هم در کتاب سال مهمی است. بعد نسخه انگلیسی تازه از این کتاب در اومد که به روایتی شاید دقیق ترین و کامل ترینه و به توصیه آقای جعفری تصمیم گرفته شد که بر اساس این ترجمه یک بازخوانی بشه و بازنویسی بشه. علت دیگه هم در واقع این بود که در این مدت دو نفر، یک خانم بهشتی که در اصل اوکراینی هستند و در ایران سالها انتشاراتی داشتن، این کتاب رو با اصل روسیش مقایسه کردن، جمله به جملهش رو، و نظراتشون برای من فرستادن. خیلی خوشحال بودم که در مقایسه با اصل روسی خیلی جای کم کس نداشت، ولی حالا با اطمینان کاملتری و با تکیه به راهنمایی ایشون میشد یک متنی رو در آورد که برازنده 40مین سال این کتاب بسیار بسیار درخشان باشه. ترجمه شما از مرشد و مارگاریتا از همون اولش سال 62 خیلی پرفروش شد و حالا هم به چاپ 24م رسیده. به نظر شما دلیل این محبوبیت در بین خوانندگان فارسی زبان چیه؟ من فکر میکنم دو دلیل داره محبوبیت مرشد مارگاریتا. اولا در هر جای دنیا که من میدونم چاپ شده کتاب موفقی بوده، ولی در ایران به طور اخص به گمان من دو دلیل داره. یکی این که رمان همونطوری که گفتی شگفت‌انگیزی است از لحاظ بافتش، ولی مهمتر از اون وصف حال جامعه ایرانه. جامعه ایران دچار یک رژیمی است که شباهت هایی به رژیم دوران استالین داره، یک رژیم شبه توتالیتر، یک رژیمی است که خودش رو عقل کل میدونه، یک رژیمی است که ادبیات ارزشی داره. اینجا اسمش ادبیات ارزشی بود، اونجا اسمش ادبیات پرولتاریایی بود. کانون نویسندگان خودشونو دارن. مردم اینا رو میبینن و زندگی خودشون رو در اون سراغ میکنن. در اینها زندگی داستان عاشقانه بسیار زیبایی است. به نظر من بعضی از مهمترین و اساسی ترین مسائل انسان در هر جامعه ای رو، عشق، آزادی، خلاقیت، نحوه مواجهه با جباریت، مسئله مرگ، مسئله شیطان، مسئله نیکی بدی، دوباره یکی از نقدهایی که در موردش میخوندم همین چند وقت پیش برای آماده کردن مقدمه جدید، میگفت که بولگاکوف خیلی زیاد مدتی در مورد اندیشه های زرتشتی و مانوی میخونده و رفته بودن تمام کتابایی که در اون دوران از کتابخونه در آورده بود و خونده بود در آورده بودن تو این مقاله، و در آستانه نوشتن اینها خیلی درگیر این مسئله است و این مبارزه خیر و شر، نیکی و بدی، ریشه های نیکی و بدی به شکل به غایت زیبایی در اونجا وصف شده. من فکر میکنم همه بخشی از زندگی خودشون رو در اون میبینن و کارها به این شکل کلاسیک میشن دیگه. کاریست که مسئله رو میگیره، تبدیلش به مسئله انسانی میکنه. شما شکسپیر بخونید، فردوسی رو بخونید، سعدی رو بخونید، هومر رو بخونید، مسائلیست که امروز هم بهش دچار هستیم. سختی های کار در ترجمه این کتاب براتون چی بود؟ مهمترین سختی
پیش برای من این بود که داشتم از متن فرانسه و انگلیسی ترجمهش میکردم و این حس گناه رو داشتم که متن اصلی رو بلد نیستم و نمیتونم بخونم. همیشه این در پس ذهنم بود. هم میدونید تو این مقدمه که بر چاپ جدید هم نوشتم اشاره کردم که میگن ترجمه همیشه نوعی خیانته، برای اینکه واقعا هیچ وقت نمیشه تمام اون حاله های معنایی که در متن اصلی هست به زبان ترجمه منتقل کرد. یه جایی کم و کسر میگردم. این یه دشواریش بود. دشواری دیگه اینه که در واقع مرشد مارگریتا دو زبان مختلف به کار میبره. یک زبانی که در وصف ماجرای مسیحه در دوران پونتوس پیلات، زبان کمی کتاب مقدسیه، کمی زبان عهد عتیقیه، بقیهش زبان امروزی است. پیدا کردن این دو زبان خیلی برای من کار دشواری بود. وقتی که واقعا بخشای مربوط به مسیح رو ترجمه میکردم، تمام مدت کتاب مقدس میخونم که ترجمه خیلی زیبایی ازش در فارسی هم هست و بیحقی میخوندم که سعی بکنم اون بافت عبارات یه جوری در پس ذهنم باشه. درباره ویرایش اول کتاب که هوشنگ گلشیری انجام داده بود بگید برامون. وقتی که من کتاب رو ترجمه کردم بر اساس متن فرانسه و انگلیسی بود و آقای جعفری انتشارات نشر نو رو تازه راه انداخته بودن. من بهشون توصیه کردم که اگه ممکنه از هوشنگ گلشیری خواهش بکنیم، که دوست خیلی عزیز من بود، که ویرایشش رو به عهده بگیره برای اینکه بافت رمانیش رو در بیاره. و فرایندش هم به این شکل بود که من متن رو میخوندم برای گلشیری، او گوش میکرد و تصحیح میکرد، توصیه میکرد، اصلاح میکرد و درایت رمان نویسانه گلشیری برای من اونجا خیلی روشن شد که هر جا سوالی میکرد در مورد ترجمه، مثلا میگفت مطمئنی اینه، وقتی به متن مراجعه میکردیم متوجه میشدم که با دقت او باید تصحیح کرد. یعنی او با شنیدن روایت فارسی متوجه میشد که در ترجمه دقت کافی به انجام یا درک درستی نبوده. خیلی برای من اون تجربه جالبی بود و حکایت از تیزهوشی گلشیری با من رمان نویس داشت. اگه ممکنه چند خط از کتاب رو برای اون بخونید. حتما، کمال میل. این تیکه ایست که شیطان برای اولین بار مرشد رو میبینه در یک مهمانی. بهش میگه که بگو ببینم چرا مارگریتا به تو مرشد میگوید؟ مرد لبخند زد و گفت خطایی است قابل بخشش، از رمانی که نوشتم بیش از حد خوشش می آید. موضوع رمان چیست؟ رمانی است در مورد پونتیوس پیلاتوس. بعد شیطان بهش میگه رمان رو بده بخونم. میگه که متاسفانه نمیتوانم آن را به شما نشان بدهم، چون در بخاری منزلم سوزاندمش. ولند جواب داد متاسفم، ولی حرفت رو باور نمی کنم، محال است، دست نوشته نمی سوزند. و دست نوشته رو دستور میده گربش بیاره و معلوم میشه که به رغم همه سختی هایی که کشیده مرشد و به رغم تلاشش در سوزاندن، مت مونده و پیام موندگار کتاب به گمان من و سرنوشت خود کتاب هم در همین چند جمله متجلی است که دست نوشته ها میمونن، سانسورچی ها و جباران میروند.